بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام بر شما. با شماره دیگه از مجله اجتماعی اقتصادی در خدمتتون هستیم. با تشکر از همراهیتون برنامه امروز مجله رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه امروز بعد از شنیدن خبرها ابتدا گزارشی از بحران صنایع و بیکاری قطع سازان خدمتتون ارائه میشه و دو گزارش دیگه برنامه‌مون اختصاص داره به درد و رنج کولبران و مادران دستفروش در حکومت فاسد آخوندی. با ما در مجله اقتصادی امروز همراه باشید. غارت و چپاول مجتمع هفت تپه توسط عوامل حکومتی. نماینده ترقبه در مجلس ارتجاع. مجتمع هفت تپه را دلالان دلار با پرداخت رشوه چند صد سکه خریداری کردند. این مجتمع 24000 هکتاری 8000 میلیارد تومان ارزش دارد که در ابتدا به 2600 میلیارد تومان و در نهایت به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت غارت صورت گرفته است. بیکاری 280 هزار نفر و تعطیلی 400 واحد تولیدی در صنعت قطع سازی. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطع سازان: از کل 550 هزار نفر شاغل در این صنعت از ابتدای امسال تا کنون 280 هزار نفر تعدیل یا تعلیق شدند و جمعاً میتوان گفت 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر تعلیق گردیدند. از حدود 1200 قطع سازی فعال در کشور تقریباً 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل شدند. تعطیلی صنعت خودرو در چشم انداز است. خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از کارگزاران صنعت خودروی رژیم گفت خودروسازان 31% در سال جاری نسبت به سال قبل افت تولید داشتند و نسبت به برنامه 60% افت تولید داشتند که اگر با چنین روندی وضعیت ادامه یابد تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد. واحدهای تولیدی کفش دست دوز در آستانه تعطیلی. مسئول اتحادیه کفاشان دست دوز تهران: در سال جاری بیش از 30-40% واحدهای تولیدی ما به خاطر نبود مواد اولیه نتوانستند تولید داشته باشند. اگر روند تعطیلی ها بخواهد ادامه داشته باشد، وضعیت بسیار بد و نگران کننده ای را برای کفاشان ایجاد خواهد کرد. در مجموع در تهران بیش از 50 هزار نفر در این عرصه فعالیت می کنند و در کل کشور بیش از 100 هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند. کشاورزی و صنایع عقب مانده تحت حکومت ملاها قاتل محیط زیست کشور. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رژیم: در ظاهر ضایع‌ترین اقتصاد ما کشاورزی است. ارزش کل محصولات 40 میلیون دلار است، اما انرژی که در این بخش هزینه می شود فراتر از ارزش کل محصول است. البته ضررهای زیست محیطی هم دست کمی ندارد. صنایع مادر ما نیز تولیداتشان نسبت به آسیب‌هایی که می‌زند به صرفه نیست. صنعت خودروسازی و نفت ما هم هنوز با تجهیزات 50 سال پیش تولید می شود. شیفت های متعدد و سختی کار باعث شد پرستار جوان اهل لارستان جان خود را از دست بدهد. آسیب های سختی کار و کمبود نیرو در بخش پرستاری سالهای سال است که مرگ و میرهای پنهانی را به دنبال داشته که مرگ پرستار جوان در اثر خستگی ناشی از شیفت های متعدد می تواند نمونی از ده ها و صدها مرگ و میر پرستاران کشور باشد. این روزها خبر بحران و تعطیلی زنجیره کارخونه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی تیتر همه رسانه های حکومتیه، تا جایی که یک رسانه دولتی با اشاره به وضعیت وخیم صنایع به نقل از رئیس انجمن حکومتی قطع سازان کشور نوشت در هفت ماهه نخست امسال 100 هزار کارگر قطع ساز تعدیل شدند و اگر تغییر اساسی صورت نگیره این رقم میتونه تا 400 هزار نفر هم افزایش پیدا کنه. گزارشی از ورشکستگی صنایع در رژیم آخوندی تهیه کردیم که با هم ببینیم. دبیر انجمن قطع سازان همگن کشور با اشاره به 40 جلسه قطع سازان با کارگزاران رژیم آخوندی برای حل مشکلات تولید کنندگان این بخش در دو ماه گذشته گفت هرچه فریاد میزنیم هیچ کس به درد قطع سازان توجهی نمی کند و به زودی 400 قطع ساز بیکار خواهند شد. خود رو وقتی صحبت میکنیم از 2000 تا قطع ساز
که واحد صنعتی هن توی یک استانهای مختلف. بله. یعنی ما حداقل 15 تا استان ما درگیر این صنعته. حدود 500,000 نفر شاغل دارن اینا. محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگون کشور با اعلام اینکه حل مشکلات قیمت قطعات، تامین نقدینگی، مطالبات معوق و سرمایه درگردش به همراه تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی باید حل شود، تصریح کرد: به تمام این مشکلات باید کاهش چشمگیر تیراژ خودرو را هم اضافه کرد. در حال حاضر تقریبا تولید در خودروسازان رو به توقف است و برنامه تولید روزانه 6000 دستگاه خودرو به شدت افت کرده. این ماه‌های گذشته چرا تولیدات به کندی خورده و بدگل شدن؟ دو تا دلیل عمده داشته. یه بخشی خودروهایی که از خارج می اومده قطعات و اینا که مشکل خورده بود. یه بخشی هم اینکه عرض کردم تولید، ظرفیت تولید کاملا اومده بود. یعنی از الان روشنه که ما صنعت رو داریم هدایت میکنیم به سمت سوی بسته شدن و ورشکستگی کامل. محمد شهبری عضو هیئت مدیره انجمن نیز در سخنانی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 160,000 نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده اند گفت ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافته است. با این قیمت هایی که الان افزایش دادن و با پیش‌فرض اینکه ارزش هم همین ارز مبادله بهشون بدن، این خودساز اضافه کرد که اگر فرضاً این تعداد خودرو، یعنی 150,000 تا 30,000 تا 10,000 تا خودرو تولید بکنه، از الان تا پایان سال 800 میلیارد تومان زیان خالص خواهد داشت. چرا صنعت خودروسازی به سمت نابودی پیش می‌رود؟ علاوه بر تبعات سیاست ضد مردمی ساختن بمب اتمی، غارتگری رژیم و ایادیش نیز در انهدام تولید خودرو داخلی مؤثر بوده است. از جمله واردات خودرو از 16,000 دستگاه در شهریور 90 با 17% رشد در شهریور 91 از مرز 19,000 دستگاه عبور کرد و از نظر ارزش نیز با 21% افزایش از 354 میلیون دلار به 429 میلیون دلار رسیده است. سودهای کلان کارگزاران رژیم در واردات خودرو مبنایی برای انهدام این صنعت است. رژیم از 26 مهر گذشته با دست باز به واردکنندگان خودرو عرض داده است، ولی خودروساز داخلی میگوید مبادله 2550 تومان به سختی میگیریم. یعنی وقتی مراجعه میکنیم پرفورمای ما ارزش مبلغش بالا توی در واقع اتاق مبادله ارزای کم حجم خواهند داشت و ارزای مثلا فرض کنید 1 میلیون دلار، 2 میلیون دلار، 10 میلیون دلار به راحتی به ما نمیدن. وقتی کارخونه به مشکل برخورد ما حتی مجبوریم از بازار آزاد حساب کنیم. لذا با این قیمت ها آسیب میبینه صنعت خودرو. دود این سیاست ها همه به چشم مردمی میرود که برای تهیه یک خودرو جهت امرار معاششان باید پیوسته زیر بار قرضهای سنگین تری بروند. از طرف دیگر این موضوع فریاد مردم را درآورده. از این رو می‌بینیم که مشتریان ایران خودرو و سیتروئن تجمع اعتراضی برگزار کردند. این شرکت مردم فریب، نسام الله و فرخان غریب، هر این شرکت مردم فریب، نسام الله ای هات زنده استداد ملت، ای هات زنده استداد ملت، ای هات زنده استداد در میان صخره‌ها و رودخانه‌ها، کوه‌ها و دره‌ها و در میان سرما و گرما، برف و بوران و بدتر از همه در میان شلیک گلوله‌های پاسداران، کولبران محروم میهن ما در جستجوی لقمه‌ای نان هستند و نه چیز بیشتر. پدیده کولبری نتیجه حاکمیت آخوندی در میهن ماست. کولبری یکی از شغل‌های رایج مردم در مناطق مرزی کردستانه و تعداد زیادی از مردم اون منطقه ناگزیر به این شغل رو آوردن. برنامه تهیه کردیم از زندگی کولبران زحمتکش میهنمون و به طور خاص زنان کولبر
که توجهتون رو به اون جلب میکنم. علت اصلی روی آوردن مردم کردستان به کولبری چیست و چرا بخش عمده مردم کردستان به این شغل پناه میبرند؟ جلال محمودزاده نماینده مجلس آخوندی از ماه‌آباد تعداد کولبران را 80,000 نفر اعلام کرده است. محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم گفته است که فقط در سردشت و پیرانشهر 50,000 نفر کولبر مشغول به کارند. با توجه به آمار کولبران در منطقه سردشت و پیرانشهر برآورد می شود حدود 300,000 نفر از مردم مناطق مرزی در استانهای کردستان، آذربایجان و کرمانشاه مشغول کولبری هستند که با احتساب خانواده هایشان و بازارچه هایی که درگیر این موضوع می شوند این موضوع ابعاد میلیونی پیدا کرده است. دیگه خاصیش کرد. سلامتی. چند سال تا؟ 65 سال تا. 65 سال تا؟ آها. چه نوع کولبری یکی؟ والله 3 سال شلم. 3 سال؟ هیچ کاریت نیه بیکی؟ ببین بای شازی بی ندن بخوام بای مقابل نیکر. دی باشه خلق کی تو؟ خلق هر جانم. در بین کولبران، دانش آموزان، زنان، لیسانسه ها و افراد مسن و از تمامی اقشار وجود دارند. نام نام ورمن خاکی روانسری لای استانی کرمانشاه. 3 سالاتیم ببریوان دانش آموزم کلاسی دی لبیرستان. این سه ساعتیم با هم کار تو هم خدیم مدرسه مدر بیان رین در خواهی شا عزیز من کار دست بیوش منی او کار جایی اسیم رو قیمه نکال این انسان یعنی اولاق هم مجبوری اینی نکال. اما پدیده عجیب زنان کولبر است که با به تن کردن لباس مردانه همپای مردان دیارشان سر از کوه و کمر در می آورند و بارهای سنگین چند ده کیلویی را بر شانه های خود حمل می کنند. او وقت سوال من علم بود سر کل سکم بود دته وختن مال مان بود له کش بود هیچ من نبود که سببی می زندگی کریم. ما یه گاو داشتیم خب اون منبع درآمد ما بود. کردستان رتبه آخر را در بخش صنعت داراست و نیمی از واحدهای تولیدی در کردستان تعطیل و یا نیمه فعال است. پروژه های نیمه کاره و رها شده کردستان نیاز به بودجه بالای 7000 میلیارد تومان یعنی 10 برابر بودجه سال 98 دارند. کردستان رتبه آخر راه‌های روستایی و رتبه برتر خطرناکترین جاده‌های بین شهری و پرحادثه کشور را دارد. کردستان با 18.8% جمعیت حاشیه‌نشین از کل جمعیت استان رتبه اول حاشیه‌نشینی کشور را به خود اختصاص داده است. کردستان در زمینه شاخص‌های بهداشتی و دسترسی به مراکز درمانی در رتبه‌های آخر کشور محسوب شده و بر اساس آمارهای سال 90 بالای 36% مردم استان از خدمات بهداشتی محروم هستند. اما همبستگی مردم کردستان و به خصوص بازاریان و کسبه شهرهای بانه و مریوان، پیرانشهر و بوکان و غیره با کولبران و اعتصابهای مکررشان توطئه های رژیم را ناکام گذاشته و کولبران توانستند با چنگ و ناخن و دندان این شغل پرمشقت را ادامه بدهند. زندگی در شرایط سخت بهتر از زندگی در شرایط ذلت است. زنان زحمتکش کولبر کردستان رو دیدیم که برای گذراندن زندگی با چه زحمت طاقت فرسایی راه پیچ و خم کوهستان رو طی می‌کنند. اما نگاهی هم به خیابون‌های شهر می‌اندازیم و این بار مادران پیری رو می‌بینیم که بساط دست فروشی پهن کردن تا بتونن خرج خانواده‌شون رو در بیارن. اما از تیغ تهمت و افتراء کارگزاران حکومتی در امان نیستن و عاقبت بساطشون رو جمع میکنن. به این گزارش که از دستفروشی مادران تهیه شده توجه کنید. یکی دیگر از جلوه های حاکمیت سیاه آخوندی
نبود شغل و درآمد آحاد بسیاری از مردم است که برای امرار معاش خود به دستفروشی روی می آورند. عده‌ای از این دستفروشان نه زمینی دارند و نه حمایتی می شوند و حتی سرمایه اولیه. دستفروشی را هم با قرض کردن از اینوان تامین می کنند. بخش عمده آنها سرپرست خانوار خود هستند. در اوج مناعت تب برای تامین بخور و نمیری روز را به شب می رسانند. اما کارگزاران جنایتکار آخوندی و لومپنهای نیروی انتظامی چنان به این دستفروشان حمله می کنند که گویا دکل نفت یا خودروهای آقازاده ها را در بساط خود به فروش رساندند. تخم مرغش شکنده. امروز گوشه ای از درد و رنج مردم ایران رو دیدیم، اما از طرف دیگه شوق آزادی در لحظه لحظه زندگی ایرانیان آزادی خواه جاریه و هیچ مانعی نمیتونه راهبند حرکت پرشتاب مردم ایران به سوی آزادی باشه. به امید تحقق هرچه زودتر اون و با امید به پیروزی و سربلندی برای همه شما عزیزان، تا برنامه بعد و دیدار دیگه، خدا نگهدار.